خب فکر کنم که در خدمت دوستان هستیم. من خیلی ممنون هستم که دوستان به موقع حاضر شدن و این فرصت رو به من دادن که در خدمتشون باشم و لین سیکس سیگما رو به معرفی اجمالی و مختصری خدمت شما داشته باشم. قبل از این که شروع کنیم صحبتمون رو، من لازم میدونم که تشکر کنم از مجموعه Iranian scholars worldwide که امکان برگزاری این برنامه رو ایجاد کردن و میخواستم که وبسایتشون رو هم با هم ببینید و بعد بریم سراغ پرزنتیشن. همونجوری که میدونید Iranian scholars worldwide مجموعه‌ای هست که نان پروفیت هست، نان پولیتیکال و نان ریلیجیوس، و هدفش کمک به مجموعه های ایرانی هست که به هم دیگه کمک بکنن و بتونن یه نتورک رو داشته باشن. خب من برمیگردم سراغ پرزنتیشنمون. امروز افتخار معرفی لیست سیکس سیگما رو دوستان به من دادن. من مشکل تکنیکی ایجاد شد، برگردم عذرخواهی میکنم. خب ما صحبتمون رو شروع میکنیم پیرامون لین سیکس سیگما، که لین سیکس سیگما چی هست، چه استفاده هایی ازش میشه و احتمالا ما توی زندگی روزمرهمون چه کمکی میتونیم از اون بگیریم. خب لین سیگما، من زهرابی هستم، مرتضی، توی حوزه سیکس سیگما مستر بلک بلت دارم از American Society for Quality و در طول 15 سال گذشته توی حوزه لین سیکس سیگما و کایزن کار کردم، توی حوزه بیمارستانی پابلیک سکتور و مقداری هم توی حوزه منفکترینگ کار کردم. خیلی خوشحال میشم که بتونم بیشتر توی یک ساعت باقی مونده در خدمت شما باشم و راجع به لین سیکس سیگما برای شما توضیح بدم. امروز ما 4 تا هدف اصلی داریم از این وبیناری که داریم. اول اینکه اصلا کایزن، لین و سیکس سیگما چی هست، یه معرفی اجمالی داشته باشیم. 2، مفهوم value added و non value added activities و فعالیت هایی که ارزش افزوده دارن در مقابل فعالیت هایی که ارزش افزوده ندارن رو یه تعریفی ازش داشته باشیم. مراحل لین سیکس سیگما که حالا اجالتاً لینک بهش میگیم، با در واقع یک کلمه مخفف هست که از 5 تا کلمه دیگه تشکیل شده، رو بشناسیم با هم. و نهایتاً هم یه سری ریزورس های آنلاین رو من خدمت شما عرض بکنم که برای یادگیری بیشتر بتونید از اون استفاده بکنید. خب من با یه عکسی از یکی از کارگاه‌های اجرایمون ترینینگ و از جنس اینترونشن داشتیم که یکی از بیمارستان‌ها شروع کردم. معمولاً کارهای کایزن و لین سیکس سیگما به صورت کارگاهی انجام میشه. خود افرادی که درگیر انجام اون کار هستن ضرورتاً باید درگیر بحث تحلیل سیستم بشن و نهایتاً راه حل هایی که ارائه میشه توسط اونها باید در واقع وریفای بشه، مورد تایید قرار بگیره، اولویت بندی بشه، برنامه اجرایی ازش در بیاد و اجرا بشه. خوبی این متدولوژی که حالا در طول این یک ساعت باقی مونده با هم صحبت میکنیم این هست که چون خود پرسونل، خود استافی که دارن کار رو انجام میدن توی تمام مراحل سولوشن دیزاین درگیر هستن، این هست که منو فاین میکنم مثل این که من یوتیوب رو باز میگم داشتم و درسته به 2 بار پخش میشه. خب برمیگردم من سراغ پرزنتیشنمون. پس خوبی این در واقع متدولوژی این هست که خود افرادی که ارائه در واقع دارن کار رو انجام میدن درگیر بحث
سولوشن دیزاین میشن و تمام مراحل اجرای کار رو اونها به عهده میگیرن. من اصخایی میکنم مثل اینکه باز مشکل فنی داریم ما، اگه اجازه بدید من این مشکل رو حل کنم بعد با همینگه صحبت رو ادامه بدید. خب پس خود تیمی که دارن کار میکنن دور هم جمع شدن و در طول مراحلی که با هم صحبت میکنیم به تحلیل پروسسشون میپردازن. خب اما چرا اساسا ما نیاز داریم به یه روشی برای بهبود، کایزن، لین یا سیکس سیگما؟ همونجور که توی تصویر میبینید شما احتمالا اگر مشکل فنی رفع شده باشه، هر سیستمی در طول زمان وضع بدتری پیدا کرد. سیستم های دستساز بشر تئوری هست که میگه هر روز دارن بدتر میشن و حالا توی یه نظم بزرگتری محو میشن. این رو بهش اصطلاحا میگیم آنتروپی. برای مقابله با این آنتروپی دو روش وجود داره که یه روشی که خب خیلی بیشتر شناخته شده بهش میگیم رادیکال چینج یا بهبودهای ناگهانی، بهبودهای خیلی سریع، که همونجور که باز می‌بینید شما انتروپی توی مجموعه وجود داره، اما ما با تغییرهای ناگهانی که توی مجموعه ایجاد می‌کنیم می‌تونیم سطح عملکرد مجموعه رو بالا ببریم. نهایتاً بعد از مدتی ما تغییر رو می‌بینیم توی مجموعه که خب وضع بهتر شده، اما خیلی پرهزینه است، خیلی پرخرجه و عمده و ساستینبل نیست، موندگار نیست توی مجموعه. روش دوم که مد در واقع همونجور که عرض کردم خدمتتون بحث کایزن هست که بعد از جنگ جهانی دوم ژاپنی‌ها یاد گرفتن و شروع کردن به انجام دادنش. همونجور که می‌بینید توی تصویر شما تغییرهای نقطه‌ای و لحظه‌ای رو دارید، می‌بینید هر لحظه نسبت به لحظه قبل وضع رو بهتر کردن. همونطور که باز می‌بینید توی اسلاید، امیدوارم یه حلقه‌ای روی این کایزن سوار هست که این حلقه رو بهش می‌گیم چرخه برنامه‌ریزی یا چرخه شوارتز، یا معروف هست به شرخه بینید. این چرخه چهار مرحله داره: پلان، دو، چک، اک. خب توی این چهار مرحله شما برنامه‌ریزی میکنید برای یک کار آزمایشی، اون رو اجراش میکنید، اطلاعاتی که به دست اومده رو بررسی میکنید و استانداردسازی میکنید. اگر بهتون جواب داده اون رو نگهداری میکنید و در واقع توی مجموعه نگه میدارید. اگر جواب نداده چاره‌ای نیست جز این که دوباره استانداردسازی رو انجام بدید. خب دوستان، ما صحبت که کردیم این بود که کایزن در واقع بهبود نقطه‌ای و لحظه به لحظه است توی مجموعه در مقابل بهبودهای ناگهانی که توی مجموعه به وجود میاد. خب روش دیگه‌ای که وجود داره در واقع ترکیبی از دو روش رادیکال ایمپروومنت هست و بهبودهای نقطه‌ای که به اون ما میگیم تکوچین. همونجور که توی نمودار زرد رنگ میبینید شما، ما در واقع بهبودهای نقطه‌ای رو داریم، همزمان با اون بهبودهای بنچمارکی رو هم داریم. اگر رادیکال امپروومنت قرار اتفاق بیفته، اگر ما چیزی رو پیدا کردیم که میتونیم توی مجموعه اینستال بکنیم و باعث بهبود ناگهانی مجموعه بشیم، خب این کار رو میکنیم. اما بعد از اینستال کردن بهبود، اون رو باز به روش کایزن یا بهبود مستمر ما بهتر از قبل میکنیم. خب باز PDCA میاد اینجا، باز بینچمارکینگ سوار بر مسیر کاکوشین هست. همونجور که میبینید داره وضع خیلی سریع‌تر از اون داره شقدر بهتر میشه، که طبیعتاً همونجور که میبینید کامبینیشن مدل یا مدل کاکوشین پرفورمنس خیلی خیلی بهتری داره. اما توی این مسیر کایزن در واقع ما چجور دکتر دنینگ در سال 1953 اولین بار سخنرانی داشت توی ژاپن و معرفی کرد به مهندسین و دانشمندان ژاپنی نوع دیگه نگاه کردن، که خلاصه صحبت‌های دکتر دنینگ رو ما توی 14 اصلی که همینجا که می‌بینید شما داریم اینجا. اگر من بخوام یک کتاب رو به دوستان معرفی بکنم برای اینکه فهم بهتری از کل پروسه لین و کایزن و تعداد زیادی سیکس سیگما پیدا بکنم، کتاب Out of the Crisis نوشته دکتر دنینگ رو معرفی میکنم و خیلی توصیه میکنم که بخونم. من تا حالا سه بار خوندم، برنامه من هست که سه بار دیگه هم بازم رو بخونم، چون هر دفعه حوزه جدیدی در واقع معرفی میشه و من فهم بهتر پیدا میکنم.
خب این 14 اصلی که دکتر دمین معرفی کرد خلاصش اینه که بلیم نکنید مردم رو نسبت به در واقع افرادی که دارن کار رو انجام میدن، تمرکز بیش از حد نکنید توی حوزه تحلیل سیستمی. این سیستم ها هستن، پروسس ها هستن، نوع دیزاین و چینش فرایند ها است که مشکل ایجاد کرده، نه مردم. افرادی که دارن کار میکنن توی 85 تا 95 درصد موارد مشکل ساز نیستن، مشکل از طرف از به نوعی مربوط میشه به نوع طراحی سیستم. همینجور نقش لیدرشپ و رهبریت یه سازمان رو خیلی پررنگ میکنه دکتر دمینگ، و از طرفی هم میگه که خیلی مراقب باشید که استافی که دارن برای شما کار میکنن اینها رو اون حس غرور ناشی از کار با شما رو ازشون نگیرید، با افزایش دوره‌ای که انجام میدید و به نوعی اون غرور حرفه‌ای طرف رو خورد میکنید و در واقع بهش از یه نمره بین یک تا در یک تا صد رو واسه سیستم مختلف اسکورینگ میدید و به نوعی به اون آدم میگی که تو تمام نقص سازمان به خاطر تو. در صورتی که اینجور نیست، همونجور که عرض کردم حالا در طول صحبتمون امروز خواهید دید که خیلی از این اصول اگر ما بهش توجه داشته باشیم میبینیم که میتونه نگاه ما رو نسبت به بهبود عملکرد سازمان عوض کنه. خب یه مفهوم خیلی مهمی که توی نگاه کایزن و لین و سیکس سیگما هست بحث ولیو و ویست هست، که چه چیزی ارزش هست و چه چیزی ضایعات هست. هر چیزی که مشتری طلب اون رو کرده و توی سازمان‌های در واقع فور پروفیت حاضر براش پول پرداخت بکنه رو میدیم ولیو. اما توی سازمان‌های غیر انتفاعی، توی سازمان‌های دولتی و حوزه بیمارستانی توی بیشتر کشورهای که حالت پابلیک سکتور هست، تعریف ولیو کم مشکل میشه، چون کسی که پیر هست، کسی که پول رو پرداخت میکنه با کسی که در واقع سرویس رو دریافت میکنه متفاوته. حالا این یه محل بحث داره که چه بسا اگر علاقمند بودید بتونید توی فرصت دیگه خیلی مفصل صحبت کنید. اما خلاصه بحث این که فعالیت دارای ارزش افزوده فعالیتی هست که یه مطلوبیتی در سطح سازمان و در سطح مشتری ایجاد میکنه، برای مشتری ما در واقع ایجاد مطلوبیتی میکنه و مشتری از گرفتن اون سرویس، از گرفتن اون کالا احساس رضایت بیشتری میکنه. خب هر چیز غیر از این باشه اسمش رو میذاریم نان ولیو ادد یا ویست، هر چیزی که غیر از این باشه. شاید براتون جالب باشه که بدونید یک کارخونه مثل کارخونه تویوتا که توی این مسیر 70 سال داره کار میکنه، وقتی میاد مسیر تولید ارزشش رو از ابتدای در واقع استحصال مواد اولیه از معادن تا نهایتاً اونجایی که بحث ریسایکل کردن در واقع ماشینی هست که استفاده شده، میاد این رو حساب میکنه، میگه 95 درصد فعالیت هایی که داره توی این مسیر اتفاق میفته دارای ارزش افزوده نیستن. یعنی حساب بکنید بعد از 70 سال کار مداوم و مستمر روی بهبود، و خب میدونید شرکت تویوتا یکی از یا اول یا دومی شرکت تولید کننده خودرو توی دنیا هست و دارای کیفیت فوق العاده بالایی و اساسا یکی از پیشتازان بحث بهبود کیفیت هست به حوزه خودروسازی، بعد از 70 سال میگن که ما تازه تونستیم 5 درصد ولی عدد داشته باشیم و 95 درصد فعالیت هایی که داره در طول مسیر در واقع تولید از معدن تا زمانی که یه ماشین ریسایکل میشه ویست هست، فعالیت بدون ارزش افزوده است. حالا حساب بکنید دیگه بقیه سازمان ها چجورن. حالا با این نگاه کمتر نگاه میکنن بقیه سازمان ها. شما وقتی که یه سازمان نگاه میکنید، خب گفتن این در واقع 95 درصد به 5 درصد فعالیت بدون ارزش افزوده نسبت فعالیت داره ارزش افزوده ترسناکه، خیلی دوست ندارم این رو بشنون. برای همین ما شروع میکنیم از حوزه‌های کوچیک‌تر که نشون بدیم چقدر ویست این از ما وجود داره. به راحتی شما توی یه ولیو استریم مپینگ یا توی یه دوره کایزن بلیتز، دوره کایزن که برگزار میشه، بین 20 تا 50 درصد ظرفیت برای بهبود میبینید، بدون عموماً بدون صرف منابع بیشتر توی این سازمان. سلایدی که در حال حاضر من براتون آوردم بالا، یکی از اون دو تا منبع اصلیه که شما به صورت رایگان میتونید دسترسی داشته باشید به این وبسایت lean.org. مبدعان لین در سال 1994 که کتابی که نمیشن آقای بومات و همکارشون اومدن و بعدن لین انترپرایز اینستیتوت رو اندازی کردن،
که این وبسایتش هست، حجم بسیار زیادی از وبینارهای رایگان، کیس استادی های خیلی معتبر، کنفرانس های بین المللی و منابع و کتاب های آنلاین و غیر آنلاین وجود داره که من خیلی توصیه میکنم وقتی رو بذارید و روی این وبسایت دوری بزنید و استفاده کنید از منابعی که به این سازمان وجود داره. برگردم از سراغ لینک. خب ما راجع به کایزن داشتیم صحبت میکردیم که 1953 به این طرف ژاپنی شروع کردن به بهبود مستمر. سه تا اصلا کلا توی کایزن لحاظ کردن. یک، ما منتظر نمیشیم تا یه زمانی پول برسه و یه تغییر بزرگی انجام بده. ما هر روز مجموعمون رو نسبت به روز قبل بهتر می‌کنیم. خب این یه شعار خوبیه، اما در عمل معنا پیدا کردنش نیاز به یه سازوکاری داره و نیاز به این داره که ما زمانه پیشرو داشته باشیم. خب پس محور اول کایزن اینه که هر روز باید از روز قبل بهتر بشه، وگرنه عملکرد ما نسبت به روز گذشته وضع بدتری داره. محور دوم کایزن در واقع این است که اگر ما 100 نفر هستیم همه با هم یه قدم برداریم، جمعا میشه 100 نفر قدم. اما اگر یه نفر هست و 100 قدم برداره، اونم میشه 100 نفر قدم. اما ما دومی رو نمیخوایم، ما اولی رو میخوایم. میخوایم همه با هم فعالیت بکنیم و کارمون رو حتی شده یه قدم بهتر کنیم. چرا؟ چون مومنتوم و اون اندازه حرکت سازمانی که ایجاد میکنه موندگار میشه و باعث میشه که دستاوردهایی که توی مجموعه به وجود اومده موندگار باشه. حوزه سوم بحث کاستومر اورینتد بودن هست که ما نگاه میکنیم ببینیم مشتریمون چی میخواد و حول خواست مشتری و درخواست مشتری هست که ما در واقع تمام پروسس هامون رو و تمام فعالیت هامون رو دیزاین میکنیم. خب عرض کردم بعدها این داستان ادامه پیدا کرد. ژاپنیا این کایزن رو 7 ابزار در واقع تحلیلی خیلی ساده معرفی کردن و با این 7 ابزار فوق العاده پیشرفت کردن. بعد از 8 سال اینا تونستن توی بازارهای بین المللی وارد بشن و توی هر رنکینگ که شما نگاه میکردید از 10 تا شرکت برتر جهانی 2 تا 3 تا 4 تا ژاپنی بود که خب همه رو به در واقع سوال بودش که چه اتفاق افتاد ژاپنی که چند سال پیش وضع اینقدر خرابی داشت توی تولید و در واقع بنی بنجل ساز دنیا بود، اینقدر سریع تبدیل شد به یک کشوری که بالاخره حرف برای گفتن داره تو حوزه صنعت و برای خودش یه صاحب سبکی است که باز خب یه نگاه ایگنورنتی، یه نگاه انکاری توی نورث امریکا در رابطه با به خصوص صنعت ژاپن وجود داشت، توجه زیادی نکردن تا بعدها در سال 1987 به ترس افتادن، چون با توجه بحران نفتی که وجود داشت و قیمت‌ها بالا رفته بود و می‌دیدن که شرکت‌های ژاپنی در واقع ولیو بیشتری رو دارن تولید می‌کنن، به صرافت افتادن که چی شده که عرض کردن همون موقع بود که از دکتر دمین خواهش کردن به ما یاد بده چه اتفاقی افتاده و دکتر دمین همین کتابی که من خدمتتون معرفی کردم How to the Crisis رو معرفی کرد و در واقع دنیای نورث امریکا رو با نگاه کنترل کیفیت مجدداً آشنا کرد، چون کل مفهوم از در واقع آمریکا به ژاپن منتقل شده بود. توی آمریکای بعد از جنگ جهانی دوم فراموش شد این مفهوم به خاطر رونق اقتصادی که وجود داشت و حالا بعد از حدود 30 سال دوباره آمریکایی‌ها رو آوردن به بحث در واقع بهبود کیفیت. خب برگردیم سراغ این صحبتمون. حدودای سال 1984 بود که شرکت موتورولا اومد با توجه به تمام این مفاهیم و بحثایی که بود یه متدولوژی جدیدی رو تعریف کرد به نام سیکس سیگما که بعدا راجعش صحبت میکنم و 1994 بود که آقای گوماک در واقع اومد و یه تحقیقی رو انجام داد و بر اساس اون تحقیق اومد و لین رو تعریف کرد که شما در طول این اسلاید خواهید دید که تعداد اون 7 ابزار خیلی خیلی بیشتر شده. پس هر راه حلی که ارائه می‌کردن تبدیل میشه به یه ابزار. به نوع این فریمورک ذهنی منتالیتی توی غرب هست که ما برای هر چیزی نیاز به ابزار داریم، خب متفاوت هست با نگاه فلسفه گرایی که توی شرق وجود داره. پس توی لین شما اتفاقی که می‌بینید افتاده می‌بینید برای هر موضوعی تکنیک‌های زیادی هست که پایین راجع صحبت. یکی از مفاهیمی که من خیلی تاکید کردم بحث لین، بحث ویست است که 8 نوع ویست رو حالا با دسته‌بندی‌های مختلف 8 نوع ویست رو معرفی می‌کنن. اولین ویست دیفکت است، خرابی‌هایی که توی مجموعه وجود داره. اوور پروداکشن یکی از بزرگترین ویست‌هایی که توی مجموعه‌های تولیدی وجود داره.
ویتینگ تو مجموعه خدمات مخصوصا حوزه بیمارستانی حوزه دولت فوق العاده بحث ویتینگ جدی هست و شاید شاه بیت تمام بهبودهای ما باید باشه و تمرکز کنیم که شاید باید از این داستان استفاده بکنیم. خب بعد از بحث ویتینگ بحث نان یوتیلایز برین پاور هست، آدمایی که هستن فهمی که دارن دانشی که دارن و ازش استفاده نمیشه. ترانسپورتیشن یا جابجایی توی سازمان هست که فوق العاده این اتفاق داره زیاد میفته و اینونتوری موجودی که توی بیمارستان ها داریم، توی نه فقط بیمارستان، توی سازمان ها داریم، ما توی کارخانجات داریم. من یه خاطری رو براتون تعریف کنم از این بحث اینونتوری. خب من کارخانه های زیادی بیمارستان های مختلف مجموعه مختلف رو رفتم. چند سال پیش فرصتی شد بازی داشتم از کارخانه تویوتا توی کمبریج اونتاریا، در واقع یکی از استان کانادا. خیلی برای من جالب بود که کل این کارخونه معادل یکی از شاید واحدهای تولیدی ایران خودروی ما بود که برای من خیلی تعجب برانگیز بود. 400 هزار ماشین در سال توی این کارخونه تولید میشد و وقتی ما در طول خط حرکت میکردیم انتهای خط ما رو یه جای نگه میشتن ما رو با اون ماشینی که سوار بودیم. جالب بود طبق در واقع محاسباتشون هر 56 ثانیه نیاز بود که یه ماشین از کارخونه بره بیرون. و همون موقعی که ما نشسته بودیم اون چند مترایی که میرفتیم خیلی جالب بود که میدیدیم خب ماشین اول رو راننده سوار شد حرکت کرد و کمتر از یک دقیقه بعد ماشین دوم در واقع خارج میشد. وقتی ما نگاه کردیم به اینونتوری خب یه همچین نظمی طبیعتا نیاز داره که یه اینونتوری بالایی باشه با اون مایندستی که در واقع از یه نگاه کلاسیک شما نگاه میکنید. وقتی توی خط شما میرفتید بیشتر از 4 تا ماکسیمم 10 قطعه برای هر بخش خط نمیدیدید. و وقتی ما سوال کردیم خب این اینونتوری که ما میبینیم جواب چقدر چند وقت کار کارخونه تویوتا رو میده، به ما گفتن 4 ساعت. یعنی کل اینونتوری که توی کارخونه تویوتا کمبریج اونتاریو کانادا هست برای 4 ساعت در واقع فعالیت کارخونه کافی. اگر هر اتفاقی افتاد 4 ساعت قطعات به کارخونه نرسه کارخونه متوقف میشه. در رابطه با موتور ماشین 24 ساعت اینونتوری دارن، در رابطه با بقیه قطعات 4 ساعت. باور کردنش خب خیلی مشکل، اما جالب بدونید که از همین داستان در واقع سیستم های جاست این تایم و جاست آن تایم اینا جی آی تی سیستم هایی هست که معرفی کردن و بر اساس اون اومدن و میزان موجودی رو به حد اقل رسوندن و با توجه به کم کردن میزان موجودی تونستن هزینه خیلی بیارن پایین. ویست بعدی، ضایعات بعدی هست حرکت غیر ضروری هست، حرکت های غیر ارگونومیک هست. و تو باز همون کارخونه تویوتا من عرض میکنم خدمتتون، اگر کارگران این اگر که باید اتفاق میفته بخشی از در واقع کار روزمره شون بوده، اما هر پیشنهادی که میدادن باعث میشد که 0.6 ثانیه بهبود ایجاد بشه در واقع زمان فرایند، این مستحق پاداش بود. یعنی پاداش میگرفت اگر کسی پیشنهادی میداد و باعث میشد که 0.6 ثانیه کم بشه. همین که جبه ابزار مثلا یه متر اون طرف داره من بیارمش اینجا ممکنه یه ثانیه تو وقت من کمک بکنه، این ریکوگنایز میشد و جایزه میگرفت اون کسی که این کار رو پیشنهاد کرده. تو حوزه سرویس سکتور چیزی که خیلی جدی هست بحث اکسترا پروسسینگ هست. تخصص من بیشتر حوزه هلتکر بیمارستانی، حوزه خدمات عمومی بهداشت درمان و دولت هست. تو این دو حوزه من میبینم شاید مهمترین ضایعاتی که گلوبالی وجود داره بحث اکسترا پروسسینگ هست، فعالیت هایی که داره توی مجموعه انجام میشه و نیازی به انجامش نیست. من میرم سراغ اسلاید بعد که معرفی موتورولا هست و در واقع سیک سیگما. پس ما امروز دنبال اینه که سه تا مفهوم رو مرور کنیم. کایزن رو گفتیم، ژاپنیا شروع کردن، خیلی ساده فلسفی اما سه تا محور داشت. لین رو گفتیم که آقای وومارک و همکارشون معرفی کردن، در واقع باز تعریف کردن توی آمریکا شمالی همون کایزن رو در واقع به همراه ابزارها و تکنیک‌های مختلف معرفی کردن، خیلی مورد استقبال و اقبال عمومی قرار گرفت. حوزه سومی که می‌خوام الان معرفی کنم بحث سیک سیگما هست. احتمالاً خیلی شما سیگما رو عموماً شنیدید دیگه که آمار و احتمالاتی که فرض من داریم از که همه دوستان گذارندن. خب همیشه بحث استاندارد دیویشن رو مثلا توی جلسه به ما آموزش دادن. حالا این سیک سیگما آیا با هم اون با اون رفتی داره؟ بله، این سیگما همون در واقع
استاندارد دیویشنی که توی مجموع وجود داره و انحراف از معیاری که وجود داره و بحث مثل این هست. خلاصه بحث اینه که ما توی شرکت موتورولا گفتن که ما میخواهیم مجموعه هامون رو ریلایبیلیتیش رو یا قابلیت اعتماد پذیریش رو خیلی ببریم بالا. ما میخواهیم خروجی هر پروسه ما، هر فرایند ما تعداد بسیار کمی زایار داشته باشه. سال بعدا حساب کردن این سیک سیگما کنترل داشتن روی فرایند، یعنی یه چیز حدود 3.4 خطا در 1,000,000 بار که اون کار داره انجام میشه مثلا خطا وجود داشته باشه. چیزی نزدیک به محال بود توی اون زمانی که اینا معرفی کرد. با معرفی این متدولوژی که ترکیبی هست از statistical process control tools و تکنیک‌های کنترل آماری فرایند و روش درست فکر کردن، روش کلاسیک درست فکر کردن، تا این متدولوژی هم تعریف کردن که حالا بعدها به دیمیک معروف شد، حالا با تغییراتی اومدن و در واقع کارخونه موتورولا رو در سال 1986 برنده جایزه مالکوم بالبریج کردن که سی ای او کمپانی صحبت که داشتیم بود که ما با استفاده از این متدولوژی در طول 2 گذشته حدود 1,000,000,000 سیوینگ داشتیم و بردن این جایزه مالکوم بالبریج رو به نوعی مدیون استفاده از سیکس سیگما هستیم. که خب اینجا همیشه اینجور هست که آمریکای شمالی که وقتی یه مجموعه، یه اوتستندینگ، یه بریکتروی داره، یه دستاورد فوق‌العاده‌ای داره، در واقع بقیه هم سعی میکنن از اون یاد بگیرن. شروع کردن به مطالعه کردن و فهمیدن که یه داستانی به نام سیکس سیگما تعریف کردن، شروع کردن به آموزش دادن و اون دو نفری که این بحث رو توی موتورولا در واقع دیولوپ کرده بودن اومدن و یه آکادمی رو راه‌اندازی کردن که اون آکادمی هنوز هم فعال هست و سیکس سیگما رو دارن اینترنشنال آموزش میدن. خلاصه بحث سیکس سیگما این هست که ما میخواییم کنترل فوق العاده زیادی روی مجموعمون داشته باشیم. میخواییم کنترل روی آدم ها ما صحبتمون نیست، کنترل روی پروسس هست، روی فرایند انجام کار هست. میخواییم خطایی که توی مجموع وجود داره به حداقل برسه و با استفاده از ابزارهای آماری میخواییم مطمئن بشیم که روی فرایندمون فهم خوبی داریم و کنترل خوبی داریم. از روشی استفاده میکنن که همونجور که توی بولت پوینت آخر میبینید شما دیمیک هست که حالا این 5 مرحله رو من توی چند اسلاید بعد خدمتتون توضیح خواهم داد. خب من برگردم سراغ پس یه اوبروی از حرفایی که تو آوردیم. کایزن بحث بهبود مستمر هست، لین بحث از بین بردن اتلاف ها و ضایعات هست، سیک سیگما بحث پردیکتبل کردن، قابل پیش بینی کردن، قابل اعتماد کردن مجموعه هست با استفاده از ابزارهای آماری. اما صحبتی که ما روز داریم ترکیبی از این هاست، ما بهش میگیم لین سیک سیگما. در واقع ما نگاهی که به لین و سیک سیگما داریم توی برنامه وبینار امروز و بند شخصا هم خیلی در واقع ساپورت میکنم این ایده رو و کلن این سبت کار خود من هم هست، ترکیب لین و سیک سیگما هست. این دوتا جعب ابزارهایی هستن که بر اساس مشکلی که شما دارید توی پروسس حل میکنید بعد از ابزارهای مختلفش استفاده بکنید. خب من برم جلوتر، شما احتمالاً اول پریزنتیشن شنیدید که من گفتم من مرتضی زهرابی هستم، مستر بلک بلت از ASQ. خب مستر بلک بلت آدم رو بیشتر یاد کاراته و دوره بالاخره جوونی و اینا میندازه که خب این داستان بلت چیه، کمربند ها چیه. کسانی که این متدولوژی رو اختراع کردن دنبال روشی بودن که سطح کارشناسی افراد رو تو اوضاع مختلف معرفی کنن و هر دوی اینا طرفدارای در واقع دوستداران مارشال آرت بودن، کاراته و اینجور چیزا بودن و گفتن چرا ما از همون نظام کمربند استفاده نکنیم. که اومدن وایت بلت رو معرفی، در واقع اونا وایت بلت رو معرفی نکردن، بعدها اومدن استراکچر وایت و یلو بهش اضافه شدن، اومدن گرین بلت و بلک بلت و مستر بلک بلت رو تعریف کردن. و خب حالا من از کمربند پایین‌تر شروع میکنم که نقش اون رو در سازمان در حال حاضر چیه. وایت بلت اساساً کسایی هستن که بین 4 تا 8 ساعت آموزش دیدن، میدونن بحث این و سیک سیگما چی هست اما قابلیت استفاده از اون رو ندارن چون درگیر کار نبودن و در حد تعریف و کلیات میشناسن. یلو بلت کسایی هستن که بین 1 تا 2 روز کلاس های آموزشی رو شرکت کردن و امکان حضور در واقع پروژه های بهبود کیفیت رو دارن. گرین بلت کسایی هستن که پراجکت منیجر هستن، معمولاً پارت تایم برای پروسس ایمپروومنت کار میکنن، برای بهبود کیفیت کار میکنن.
نقششون مدیریت پروژه هایی هست که بین 40 تا 70 هزار دلار عموما سیوینگ ایجاد میکنه، صرفه جویی ایجاد میکنه یا در واقع جلوی هزینه رو میگیره. اینا معمولا کسایی هستن که توی حوزه های دیگه دارن کار تمام وقت میکنن و آموزش گرینبلت رو میبینن، میان پروژه این انجام میدن و در واقع آماده میشن برای مرحله بعد که بلک بلت هست. بلک بلت کسایی هستن که عموما در واقع شغل تمام وقت هست. بلک بلت عموما معمولا 4 تا 5 تا پروژه رو این فرد میتونه اداره بکنه. تدریس به کمربندهای پایین تر کار بلک بلت هست و کوچ کردن و هدایت و رهبری تیم های به بهبود کیفیت کار بلک بلت هست. عموما توی سازمان بلک بلت ها کسایی هستن که تدریس میکنن، فسیلیتیت میکنن کارگاه ها رو، دیزاین میکنن کارگاه های مختلف رو و از همونجور کردن حدود 4 تا 5 تا پروژه هم همزمان اداره میکنن. هر کدوم از پروژه هاشون یه چیزی حدود 120 تا 150 هزار دلار ما توقع داریم که سیوینگ داشته باشه. حالا با توجه به بزرگی سازمان، با توجه به جنس کار سازمان این عدد میتونه کم و زیاد بشه، اما توی پروژه های بلک بلت سیوینگ 100 تا 200 هزار دلار از نظر من خیلی غیر قابل دست یافتن نیست. خیلی به راحتی میشه 100 تا 200 هزار دلار رو توی مجموعه ها سیو کرد. سطح بعدی در واقع این استراکچر مستر بلک بلت هست که در واقع کسایی هستن که توی پروسه این آموزش بلک بلت های مختلفی رو آموزش دادن، کوچ کردن در سطح دایرکتورها و وظیفه اصلی اونها در واقع حمایت از کل این شبکه در واقع بلت ها هست، کمربند ها هست که بتونن بلک بلت ها رو آموزش بدن، کوچ کنن اونا رو توی پیاده سازی کارشون، توی انتخاب پروژه. خیلی وقتا هست که شما ده ها پروژه توی مجموعه هست، باید بعضی از اونا رو متوقف کنید. مثل بلک بلت ها شاید عمده آموزشی که میبینن مربوط میشه به در واقع پورتفولیو منیجمنت، چیکار بکنیم که توی مجموعه با این منابعی که داریم از بلک بلت ها و گرین بلت ها و افرادی که آموزش های یلو بلت رو دیدن ما بهترین جواب رو بگیریم. و پروژه های بین بخشی معمولا یا بین سازمانی پروژه هایی هست که توقع هست مثل بلک بلت درگیر اون کار باشه و بتونه کار انجام بده. معمولا از پروژه مثل بلک بلت بیش از 250 هزار دلار سیوینگ توقع هست که باز این چیز دست نیافتنی نیست. به راحتی میشه بالای 250 هزار دلار رو تو سازمان متوسط به بالا سیو کرد. ASQ American Society for Quality سایت دیگه ای هست که من به شما معرفی خواهم کرد، یکی از گلدن استندارد هایی هست که توی حوزه کیفیت کار میکنه. گرین بلت رو داره، بلک بلت رو داره و مستر بلک بلت رو 3-4 سالی هست که رو انداخته که من افتخار اینو دارم که از 67 نفری که اینترنشنالی گلوبالی تونستن مستر بلک بلت رو بگیرن نفر 60 باشم که این افتخار نصیب من شد. خب میریم جلوتر، راجع به متدولوژی میخوایم صحبت بکنیم. راجع به دیمیک ما باید صحبت کنیم. گفتیم که این دیمیک 5 مرحله است. اگه نگاه کنید توی این اسلاید میبینید که دیفاین با دی شروع میشه، میجر با ام، انالایز با ای، ایمپروو با آی و سی، کنترل با سی. سو این حرفا رو شما به هم بچسبونید همون دیمیک میشه یا روش پرابلم سالوینگی که توی سیکس سیگما خیلی ازش استفاده میشه. عموما سیکس سیگما رو با این روش میشناسن، اما روش‌های دیگه‌ای هم وجود داره با توجه به نوع کاری که شما می‌خواید انجام بدید. آیا دیزاین هست، آیا نیاز به مثلا نوآوری فوق‌العاده زیادی داره، یا بر اساس محدودیتایی که شما دارید روش دیگه هم میشه استفاده کرد. اما این روش روشی هست که در واقع به صورت خیلی معمول همه جا استفاده میشه و دیمیک رو شما اگر بشناسید به نوعی آشنا هستید با فضای سیکس سیگما. پس ما دیفاین باید بکنیم، میجر کنیم، انالایز کنیم، ایمپروو کنیم و کنترل کنیم. حالا من میخوام شما رو به صورت خیلی خیلی اجمالی واکسرو کنم در طول این پروسه، شما رو آشنا کنم با متدولوژی. حالا دیفاین که ما راجع به صحبت کردیم بحث چی هست؟ تو مرحله دیفاین جالبه که شاید بیش از 50% فیلیرهایی که توی پروژه لین و سیکس سیگما اتفاق میفته مربوط به این مرحله است. چون معمولا همه فکر میکنن که مشکل رو میدونن، راه حل هم میدونن، همون اول میخوان شروع کنن به تغییر دادن. اما این رو در خاطر داشته باشید که دیفاین در این اینکه از همه مراحل ساده تر به نظر میاد، خب مشکل چیه؟ شروع کنم به حل کردن مشکل. این یکی از جاهایی که همه خیلی با اعتماد به نفس بالایی اعتقاد دارن که میتونن در واقع
مثلا مشکل رو تعریف کنن. اما من چیزی که فهمیدم اینه که تعریف مشکل نصف حل مشکله و واقعا آمار هم اینو نشون میده. نصف فیلیرای پروژه های لین سیکس سیگما تو مرحله دیفاین اتفاق میفته که ما دیفاین خوبی دفینیشن خوبی از پرابلم نداریم. اما پرابلم چی هست؟ من میخوام دقت کنید این کوهی که اینجا هست یکم من البته دی فرمش رو گرفتم ازش، عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه بتونم اسلاید رو در واقع آماده کنم. کوه دماوند هست منتها با یه تغییراتی دیگه، شما این مقداری اینو کشیده در نظر بگیرید. فرض کنید که ابجکتیو ما یا هدف ما این هست که ما ساعت 5 بعد از ظهر قله کوه باشیم، قله دماوند باشیم. عملکردمون اینه که از صبح راه میفتیم، شروع میکنیم به حرکت و ساعت 5 بعد از ظهر میرسیم به قله دوم که این پایین میبینید شما. طبق تعریف کلاسیک پرابلم اینجا ما پرابلم داریم بین ابجکتیو ما و پرفورمنس ما، اون چیزی که میخواستیم بهش برسیم و اون چیزی که بهش رسیدیم یه فاصله وجود داره، یه گپ وجود داره، اینو بهش ما میگیم پرابلم. خیلی ساده به نظر میاد اما عرض کردم که با امید خدا اگر درگیر پروژه لین سیکس سیگما شدید یادتون باشه که این یکی از پر چالش ترین، پر تنش ترین، نه تنش، که سخت ترین مراحل در واقع حل مسئله است که اصلا ما بفهمیم مشکل چیه. حالا من یکی دو تا مثال دارم شما رو اونا رو باهاتون در واقع معرفی می‌کنم خدمتتون. حالا بریم جلو. خود پرابلم چیه؟ خیلی ساده، مشکلی که باید حل بشه چیه، چه چیزایی روی پرابلم اثر می‌کنن و چه کسایی در واقع استیک هولدرها یا ذینفعان اصلی این داستان این پرابلم هستن. خب برای اینکه خود ابجکتیو رو هم ما بشناسیم، بتونیم پرابلم رو خوب بفهمیم، مدل‌های مختلفی وجود داره. مدل سمارت یا سمارتر وجود داره که یه پرابلم یا یه ابجکتیو باید اسپسیفیک باشه، میجربل باشه، اچیویبل باشه، ریلیستیک باشه، تایم باوند باشه، اوییدنس بیس باشه و ریواردینگ. حالا پرابلم هم باید این ویژگی‌ها رو طبیعتاً داشته باشه وقتی شما داره تعریف می‌کنید، باید این نکات رو لحاظ کنید. خب بریم سراغ مرحله میجر. خیلی مطمئنم که تو مرحله میجر بیشتر دوستایی که الان دارن وبینار رو می‌بینن یا در آینده یوتیوب کلیپ رو نگاه می‌کنن با میجر خیلی آشنا، به صورت روزمره دارن کار می‌کنن با میجر، دارن اعداد و ارقام رو نگاه می‌کنن، کپچر می‌کنن، دیتا کالکشن می‌کنن، تحلیل می‌کنن، ریپورت ارائه می‌کنن و خب این مرحله شاید براشون جالب باشه که ببینن اساسا ما دنبال چی هستیم. تو مرحله میجر نکته‌ای که باید ما در نظر داشته باشیم اینه که خب ما همیشه میجرمنت پروسس، فرایند برام مهمه برای اینکه بفهمیم نوع عملکرد سازمان چیه. یه اتفاقی که میفته بیشتر وقتا میبینیم اینه که میگن متوسط مثلا عملکرد این سازمان اینقدره. حالا این مثالی که خیلی هم خوشایند نیست من اینجا گذاشتم در واقع یه متافوری برای اینکه بگم چقدر استفاده از اوریج میتونه ما رو به اشتباه بندازه. اگر یه دست شما فرض کنید منهای 100 درجه باشه و یخ زده باشه به صورت کامل و یه دست شما به صورت بگیم که مثلا 100 درجه بالای صفر باشه، در واقع در حال جوش باشه، به طور متوسط شما وضع خوبی دارید. منهای 100 به اضافه 100 وقتی ازش اوریج بگیریم میشه صفر، شما خب میتونید تحمل کنید، مشکل نداره. در صورتی که هر دو دست شما داره یکی میسوزه یکی داره یخ میزنه داره نابود میشه و چون ریپورتی که شما ارائه کردید ریپورت از اوریج بوده، در واقع مشکل رو پوشوندید، کسی متوجه نمیشه که واقعا یه برنینگ پلتفرمی وجود داره، یه اتفاقی داره میفته، یه دست شما داره از داغی میسوزه و یه دست شما از سردی داره نابود میشه. البته انشاءالله تو این اتفاق براتون نیفته. پس استفاده از اوریج توی مرحله میجر چیزی هست که اصلا ما توصیه نمی‌کنیم. ما باید رفتار پروسس رو بهتر بفهمیم. نکته دیگه ای که باز توی مرحله میجر و انالایز هم باید در نظر گرفت پارتو پرینسیپل هست که 20% مشکلات و 20% در واقع وریبلایی که توی سازمان هستن 80% نوسان رو توی مجموع ایجاد می‌کنن. فهم این که این 20% کدوم‌ها هستن نیاز به آموزش و کار بیشتر داره. خب باز یه چارتی هست، یه دایگرامی هست برای پارتو که خلاصه بحث اینه که اونایی که در واقع سمت چپ پارتو چارت هستن مواردی هستن که اهمیت بیشتری دارن و هرچی ما رو سمت راست گراف نزدیکتر نشیم اهمیت و فراوانی کمتری پیدا میکنن. خب از ابزارهای مختلفی که عمدتاً برای شما آشنا هست مثل اسکتر پلات یا حالا اسکتر دایگرام استفاده میکنیم، از هیستوگرام استفاده میکنم. هیستوگرام از اون به نظر من دایگرامی هست که خیلی به زور میشه، خیلی ازش استفاده شاید بدوی شده، ابتدایی شده. ما
خیلی راحت اطلاعات رو می‌ریزیم روی یه هیستوگرام و بعدم میگیم خب این وضعیت سازمان ماست. در صورتی که این هیستوگرام داره با شما صحبت می‌کنه، داره حرف می‌زنه، داره نوع توزیع در واقع دیتا رو توی اون پروسس به شما میگه. و یادتون باشه اگر زبون دیتا رو و نوع دیستریبیوشن رو، حالا من اصلا ندارم تمام انواع دیستریبیوشن رو بچه‌ها بدونن، منتها هر کسی که داره به نوعی از دیتا استفاده میکنه برای فهم عملکرد در اون پروسسش، باید نسبت به نحوه تعبیر و تفسیر هیستوگرام و سایر ابزارهای آماری به صورت لااقل بیسیک آموزش دیده باشه و بلد باشه. این هیستوگرام اگر نگاه میکنیم، عرض کردم توی بسیاری از جلسات من دیدم از اینا استفاده میشه، اما فقط میدونیم که مثلا مورد شماره 14 بیشترین. اما این هیستوگرام داره به ما حرف میزنه، داره میگه که، داره فریاد میزنه در واقع، داره میگه که چه نوع رفتاری رو داره توی پروسس اتفاق میفته و ریپرزنت میکنه چه نوع رفتاری توی سازمان، رفتار فردی منظور من نیست، رفتار فرآیندی رو داره در واقع به ما نشون میده توی سازمان. خب این نیاز به باز آموزش داره. پس هیستوگرام از اون تکنیکای خیلی خیلی ساده در این حال فهم و در واقع استفاده از حرفی که داره به ما میزنه نیاز به فهم نوع تحلیلش داره. خب من میرم جلو. باز از ابزارهای دیگه رانک چارت هست که مطمئنم خیلی استفاده کردید، این لاین گرافی که استفاده میشه در طول زمان به ما نوع رفتار سازمان رو، نوع رفتار پروسس داره نشون میده و باز این داره با ما حرف میزنه، داره صحبت میکنه که حالا توی اسلایدهای بعد توی تحلیل من اینا رو برمیگردم و یه فلش بک میزنم به رانک چارت ها یا گرافایی که ملاحظه کردید. خب مرحله سوم از پرابلم سالوینگ مرحله تحلیل هست، انالایز کردن پروسس هست، این مشکلات و این عملکردها و این دیتایی که ما از پروسس داریم. خب بریم ببینیم برای تحلیل کردن باید چه کارهایی ما بکنیم. یادتون باشه که ما برای مرحله سوم هدف اصلیمون اینه که بفهمیم خب باشه دیتا اینه، پروسس اینه، مشکلاتی که توش وجود داره چیه، اصلا دیتا داره چی به ما میگه، ما در واقع نوع رفتار پروسس رو، فرایند رو بهتر بتونیم بفهمیم، بشناسیم و به یه سری فرضیاتی برسیم برای بحث بهبود، بهبود دادن اون مجموعه. خب باز یادتون باشه که تا میتونید از در واقع همونجور که توی این اسلاید میبینید شما، حتی به سمت بالای این گراف میاید، شما داده هایی که دارید داده های کوانتیتیتیف تر یا کمی تر هست، هرچی به سمت پایین میاید داده ها کوالیتیتیف تر هستن. اگر شما دسترسی به اطلاعات کوانتیتیتیف و ابجکتیف دارید، هیچ وقت نباید به لایه های پایین تر دارید. اما واقعیت اینه که شما هرچی سطح کاری که دارید میکنید بالاتر هست، جنس داده هایی که دارید از جنس کوالیتیتیف تر یا کیفی تر هستن، سابجکتیو تر هستن، غیر ملموس تر هستن به نوعی، شاید بخوام بگم. خب توی اونها هم این نیست که ما صرفا بشینیم و مثلا عددا رو نگاه کنیم، هستن باز تکنیکایی باید ما استفاده بکنیم که قابل ولید در واقع ولید بکنه اون فرضیات که ما داریم. خب باز یه مثال معروف از حضرت مولوی من بیارم اینجا که خب اینجا هم خیلی استفاده میشه، که هر کسی به دفعه فیلی که توی اتاق تاریکی بود دست به جایی سد، هر کسی گفت یه چیزی، یکی گفت تنابه و کسی دیگه گفت این یه مثلا نیزه ای و کسی دیگه گفت این یه شلنگ، هر کسی هر بیزد خلاصه. اما واقعیت هم اینه که همه اونها درست میگفتن، اما خاطرتون باشه که درست ناقص میگفتن، درست کامل رو وقتی میتونن این آدم رو بگن که در واقع چنل ها یا کانال های ارتباطی بین اینا باز باشه، بتونن حرف بزنن، بتونن بگن که خب فهم من از مشکل اینه، من اینقدر داستان فهمیدم با دیتایی که من دارم، من به این فهم رسیدم، اونا حرف رو هم بزنم و نهایتا به یه جنبندی برسم که نزدیکتر هست به اون بیگ پیکچر یا تصویر بزرگی که از سازمان یا فرآیند وجود داره. برای اینکه ما بفهمیم توی پروسس چه اتفاقاتی افتاده، روش‌های فوق‌العاده زیادی هست، روش‌های سابجکتیو حالا یا ذهنی و روش های ابجکتیو و روش های عینی خیلی زیاد وجود داره. من چند تاشون رو اینجا لیست کردم برای شما که از اینکه توی وبینار امروز همون طبیعتا نمیرسیم این را توی اینا صحبت بکنیم، ولی یکی دو تاش رو فقط محض اینکه مرور کرده باشیم باز میکنیم. اولین تکنیکی که من خیلی دیدم میسیوز میشه، در واقع اشتباه ازش استفاده میشه، تکنیک پنج چرا هست، 5 whys. توی بیشتر دوره هم میگن خب 5 دفعه بپرسید چرا، شما میرسید به اون رودکازی که باعث مشکل شده، به اون علت ریشه‌ای که باعث وجود این مشکل شده.
حالا ببینیم چجور این کار میکنه. یه مسئله مثالی رو من آوردم که حالا توی چند تا اسلاید بعد با هم صحبت میکنم. پس خلاصه بحث اینه که بپرسید چرا، تا به لایه های عمیق‌تر در واقع نوع رفتار فرایند برسید و بفهمید که این فرایند داره چجور رفتار میکنه. خب value stream map باز از اون تکنیکاییه که استفاده میشه ازش برای اینکه بفهمید توی سازمان داره چه اتفاقی میفته، فرایند چه مراحلی رو داره طی میکنه، دونه دونه فعالیت‌های در واقع پروسس رو در میاریم، ویت تایم‌ها یا زمان انتظارها رو در میاریم، اطلاعاتی که داره استفاده میشه رو در میاریم، همینجور که روی این کاغذ رول پیپر میبینید شما اینا رو دنبال هم میذاریم و موارد و مشکلاتی که هست رو توش میام لیست میکنم. یکی از شاید قوی ترین تکنیک هاست که توی بالاتر از 60-70% پروژه به کیفیت از این تکنیک استفاده میشه. باز من یه چکلیستی رو فقط برای یادآوری مرور میکنم. یادتون باشه ما قبلا راجع به انواع ویست صحبت کردیم، گفتیم 8 تا هستن. داون تایم اگر اون حروفشون رو به هم بچسبونیم میشه داون تایم. اینجا چند تا مثال دیگه آوردم. هر وقت شما دارید چیزی رو میشمارید بدونید اون یه روش بهتری برای انجامش وجود داره به جز شمردن. شما میتونید نشمارید ولی مطمئن بشید که اون تعدادی که هست درسته. حالا چجور میشه این کار رو کرد؟ من این مثال ساده میزنم. این در واقع شما وقتی نگاه میکنید مثلا یه دسته قرص صدتایی دارید، یه دونش که نیست میدونید که اون تعداد باقی مونده 99 است. نیاز نیست 99 رو بشمارید. یه در واقع شما به نوعی یه ابزاری درست کردید که به محض اینکه یه دونه از اون صدتا تموم میشه با یه نگاه میتونید شما اون رو بفهمید. فرض کنید حالا شما میخواهید 50 تا از این دسته‌های قرص صدتایی رو مرور بکنید. این البته یکی از پروژه های من بود توی یکی از بیمارستان ها. من حساب کردم فقط از که هنوز هم دارم همون کار میکنم، فقط زمانی که برای شمردن داروهای مخدر توی بخش استفاده میدونیم مثلا شیفت به شیفت به پرستار بعد تحویل داده میشه، خب میدونید یکی از پروسه های خیلی حساسه بالاخره مواد داروهای مخدر یا داروهای مسکن قوی میتونن ابیوز بشن، میتونن بالاخره استفاده شخصی بشن و بالاخره این بعد کنترل خیلی قوی روش باشن. 15 تا 20 دقیقه هر روز، روزی 3 شیفت در تمام بخش‌ها و می‌خوام عرض کنم که هنوزم حتی توی کانادا ما داریم این کار انجام میدیم، اینا رو داریم میشماریم. راه حلی که برای نشمردن هست، راه حل خیلی گرونی هست. در حال حاضر ماشینایی هست که در واقع پیکسس تعریف کرده اینجا، نمیدونم 4000 دلار، 5000 دلار، 10000 دلار شما باید بدید بر اساس فانکشنی که داره که بتونید داروها رو توش نگه دارید. هر دفعه شما در یکی از اینا رو باز می‌کنی یه ریکوردی رو بذار. اما فرض کنید که ما توی اون بیمارستان حساب کردیم 200000 دلار در سال وقت در واقع این استاف داره صرف این میشه که اینا رو بشماره. تو راه حلی هم که داریم همین بود که خب ما بیایم آلبومایی رو درست کنیم که این آلبوما در واقع جاهایی داشته باشه که وقتی یه دونه از اون مثلا قرص مخدر استفاده میشه جای خالیش با علامت قرمز نشون بده، فقط اونا رو ما بشماریم که مشکل حل بشه. خب موارد دیگه هم اینجا لیست شده که باز من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، امیدوارم بتونیم فرصت دیگه‌ای رو در خدمتتون باشیم بیشتر صحبت کنیم راجع به این موضوع. خب بریم جلو بحث نان ولیو ادد کوئسشن. من توی ابتدای صحبتم گفتم که شرکت تویوتا بعد از 70 سال میگه 95% اتفاقاتی که توی پروسه تولید ما از مرحله‌ای که از معدن ما سنگ معدن رو میگیریم تا زمانی که این ماشینی که ما تولید کردیم استفاده شده و میخواد ریسایکل بشه 95% ضایعات وجود داره. ضایعات منظور ویست، چیزی که میشه جلوش رو گرفت. خب آیا ما میتونیم اوردنایت یه شبه همه این مشکلات رو حل بکنیم؟ خیلی یادتون باشه خیلی از این ویست هایی که وجود داره به خاطر باز نوع طراحی سیستمه. مثلا به خاطر نظام مالیاتی ما توی کانادا حتما باید در واقع وقتی مثلا هزینه ای انجام میشه، حتی این هزینه توسط کریدیت کارت شرکت یه تریسبل انجام شده، حتما باید یه مثلا ریکورد کاغذی هم ازش باشه و این ریکورد کاغذی باید حتما بایگانی بشه و این بایگانی حتما باید امکان آدیت شدن براش وجود داشته باشه. شما حساب بکنید توی یه سازمانی با مثلا 5000 نفر استاف که اینا کارشون رفت آمد از جای مختلف و هزینه میکنن و این هزینه رو باید صرف کنن، چند هزار ساعت در سال ما داریم وقتی گرون قیمت استاف رو بین 40 تا 60 دلار مثلا 70 دلار داریم صرف فقط این کاغذا رو کپی کردن و ارسال کاغذا اونا میکنیم که خب به هیچ دردی نمیخوره، هیچ ویستی نداره، اما به خاطر رگولیشن و قوانینی که وجود داره نمیتونیم اینا در حال حاضر رفع کنیم. اما همونجور که تو خیلی از کشورهای دیگه این اتفاق افتاده، در آینده نزدیک ما توقع داریم که
توی کانادا هم یه اتفاق میفته که دیگه ریکورد کاغذی نیاز نباشه، وقتی که خب یه اتفاق آنلاین افتاده و تریسبل هست و در 99% موارد ولید هست، نیازی دیگه به ارسال کاغذ نیست. توی بیشتر کشورهای اروپایی و حتی آمریکا در حال حاضر دیگه تا جایی که من خبر دارم نیاز به در واقع فاکتورهای کاغذ و اینجور نیست، همون در واقع آنلاین تریسینگ رو میتونن انجام بدن از روی هزینه‌ای که انجام شده. خب پس خیلی از فعالیت‌های ارزش افزوده که ندارن رو ما نمیتونیم همون موقع تکل کنیم، نمیتونیم همون موقع از بین ببریم. یه توی سازمان شما میری وارد میشی می‌بینی مثلا قوانین و مقررات ایجاد شده که این قوانین و مقررات باعث شده که فعالیت‌ها بدون ارزش افزوده اضافه بشن. شما هیچ وقت توقعمون این نیست که با یه ورود به اونجا یه جادویی عصای مثلا جادویی داشته باشیم و همه رو بخوایم اورژانس حل بکنیم. نه، همیشه بحث ما اینه که ویست ها رو و راه حلاتون رو توی سه دسته تقسیم بکنید. اون چیزایی که کنترل دارید نسبت بهش، اون چیزایی که میتونید نفوذ کنید به دیگران، under your influence هستن، میتونید از دیگران در واقع انگیج کنید اونا رو بخواید که کمکتون کنن و اونا رو از بین برید، و دسته سوم چیزایی هست که خارج از حیطه کنترل شما هست. توی موارد سوم که خب میگیم ثبتشون کنید، داکیومنتشون کنید، اما اونا رو بذارید برای زمان باید بهش بخورید، یا لول بالاتری از درگیری و انگیجمنت در واقع سازمانی رو نیاز دارید، سی او شرکت باید حمایت بکنه تا بتونید مثلا یک سری از اونا رو هم رفع کنید. پس شما همیشه شروع رفع یا ویست زدائی رفع ضایعاتتون با فعالیت‌ها شروع میشه که تحت نفوذتون هستن. نمیرید به همسایه بگید این کارو بکنید من کارم بهتر میشه. هر کاری که خودتون میتونید انجام بدید رو اولا انجام بدید و بعد میرید سراغ اون جاهایی که شما میتونید در واقع نفوذی رو داشته باشید. خب باز من برگشتم سراغ اون رانچارتی که صحبتش کردیم. همینجور که میبینید این رانچارت داره با ما حرف میزنه. ما اگر پترنای رو توش ببینیم میتونیم بفهمیم که اتفاقاتی توی پروسس افتاده، توی فرآیند افتاده که نباید میافتاده. ما به اصطلاح به اینا میگیم اسپیشال کاز. اسپیشال کاز ها مواردی هستن که به محض اینکه اتفاق میفتن توی مجموعه قابل شناسایی هستن، قابل تریس کردنن و ما باید اونا رو رفع کنیم. غیر از اون بقیه نوساناتی که توی مجموعه هست، حالا قوانینی داره که من وارد این قوانین نمیشم در واقع برای فهم اینکه اونا چی هستن اسپیشال کاز ها. در غیر اون صورت نوساناتی که توی مجموعه وجود دارن از جنس در واقع کامن کاز واریشن هستن، نوسانات از جنس علتهای عمومی هستن که در واقع قابل پیشبینی نیستن. مثل وقتی که شما دارید مثلا سر کارتون میرید، یه روزی مثلا 15 دقیقه میکشه، یه روزی 16 دقیقه، یه روزی 14 دقیقه، یه روزی مثلا 17 دقیقه. این نوسان یک دقیقه ای کنترل کردنش این واقعا کدوم چراغ و یا کدوم مرحله از این پروسه شما باعث یک دقیقه نوسان شد تقریبا غیر ممکنه. اما اگر یه روزی مثلا 15 دقیقه به اضافه منها مثلا 5 دقیقه travel time شما، زمان حرکت شما از خونه تا محل کارتون تبدیل بشه به یک ساعت، خب خیلی راحت میتونید تریس کنید بگید آره همچین اتفاقی افتاد، یا اونجا تصادف بود، یا ماشینمانی اتفاق براش افتاد. یا منظور این که وقتی اسپیشال کاز اتفاق میفته یه پترنی رو شما توی در واقع لانچارت میبینید که میتونید تریس بک بکنید و میتونید بگید که کجای کار مشکل وجود داشته. همیشه هم اول ما با اسپیشال کاز ها شروع میکنیم برای بهبود سیستم، نه با کامن کاز ها. تو خیلی از موارد شما میبینید که ما توی مثلا بیمارستان ها اینجا زیاد میبینیم که مثلا یه اتفاق میفته میبینیم کل پروسس رو عوض میکنن. این غلطه. وقتی یه اتفاق میفته از جنس اسپیشال کاز شما نباید پروسس رو تمپر کنید، نباید پروسس رو هی جا به جا کنید، باید برای اون اسپیشال کاز های میکانیزمی بذارید که در واقع پروسس رو بهتر اداره بکنید. خب من برم جلوتر کامن کاز و اسپیشال کاز رو گفتم خدمتتون، برم باز یه مثال واقعی بزنم. میموریال بیلدینگ توی در واقع یکی از ایالت ها توی آمریکا این مشکلی براش پیش اومد که بخوام این مشکل رو نگاه کنیم چی هست. این در واقع این ستونایی که داشتن یکی از این سرستونا یه تیکه شکست و این مسئولین در واقع میموریال بیلدینگ خیلی ناراحت شدن که این چه اتفاقی افتاده و چرا اینجور شده و میخوایم روی کاز انالیسیس بکنیم و به راه حل برسیم. خب تو دو مرحله این کار انجام شد. مرحله اول همونجوری که میبینید اومدن با فکت شماره یک اینه که ماربل اسید بارون اسیدی باعث شده که مثلا مشکل دار بشه و این سرستون ها شکسته. راه حل ما چیه؟ راه حل ما اینه که بیام یه حباب مثلا پلاستیکی خیلی خیلی بزرگ اطراف این
بیلدینگ ایجاد بکنیم که دیگه بارون روی این بیلدینگ نریزه. خب حساب کنید چند میلیون دلار باید همچین کاری بکنیم تا مثلا جلوی این مشکل رو بگیریم. حالا بریم ببینیم دیگه چی گفتن. گفتن که این مموریال بیلدینگ اینا همه درسته، یعنی از بارون اصلی وجود داره یا مثلا مورد دوم، این مموریال بیلدینگ تو مسیر هوایی واشنگتن دی سی قرار داره و احتمال این هواپیماها که دارن رد میشن این دودشون و اینا در واقع بارون اسیدی رو شدیدتر میکنه و باعث میشه که مثلا فرسایش سنگ ها بیشتر باشه. خب اینا باز حرف درستی بود، یعنی حساب کردن رفتن دیتا در آوردن دیدن که به صورت معناداری بارونای اسیدی که این منطقه بیشتر از بقیه مناطق. خب راه حلی که وجود داره خیلی ساده، چند میلیارد دلار هزینه کنیم و یه هواپیما، یه ایرپورتی، یه فرودگاه یه جای دیگه بسازیم. خب واقعی داستان اینه که این شدنی نیست. خب بریم جلوتر ببینیم دیگه چی گفتن. گفتن که یه واقعیت دیگه، یه فکت دیگه وجود داره، اونم اینه که اینجا خیلی پرنده زیاده، پرنده‌های زیادی در واقع اینجا وجود داره. آیا خب از شو سوال بگم پرنده چه ربطی داره؟ گفتن ما به نظرمون میاد که پرنده یه ربطی داره و ما نیاز به اینوستیگیشن هست. خب بریم جلوتر ببینیم داستان چیه. جالب بود که این نگاه که میکنید میبینید که در واقع این ستون که سر ستون شکسته رو ربط دادن به در واقع شستن این ستونا. ما داریم ستونا رو با آب فشار قوی میشوریم. حالا چرا داریم میشوریم؟ چون پرنده ها اونجا رفت آمد میکنن و بالاخره خب اون فضولات پرنده ها اونا توی ساختمون میفته، ما باید بشوریم. بالاخره مهمون ها و توریست ها میان و تمیز باشن ساختمون. خب چرا این پرنده ها؟ اولا پرنده ها از کجا میان؟ پرنده ها غذاشون اونجا هستون، بالاخره ملخ رو نمیدونم اون چیزایی که اونجا هست میان اونا رو بخورن. اون ملخ ها از کجا میان؟ یا اون مثلا حالا عنکبوت ها از کجا میان؟ اونا به خاطر پشه هایی که وجود داره میان. پشه ها برای چی میان؟ برای اینکه اونجا نور وجود داره. جالبه، حالا با این اپروچ اگر این درست باشه ما بتونیم زنجیره رو از در واقع آخر بشکنیم، یعنی نور رو قطع کنیم یا نور رو دیرتر روشن کنیم. بالاخره اون پشه هایی که اونجا هستن بیچاره ها یکی دو هفته که بیشتر عمرشون نیست، میخوان از وقتشون استفاده کنن دیگه. وقتی که میبینن نور روز وجود داره، خب دارن پرواز میکنن، نور لامپ هم که روشن میشه میان دور اون پرواز میکنن و جفتگیری میکنن و بالاخره داستان باعث میشه که این کل این مسیر مثلا ادامه پیدا کنه. اومدن گفتن ببینیم ما میتونیم با قطع کردن این پروسه در واقع پشه ها رو بفرستیم یه جای دیگه، یا اینکه پشه ها به خواب برن و این لامپ رو بعد از تاریکی هوا روشن بکنیم. این کار رو انجام دادن، لامپ ها رو بعد از در واقع تاریک شدن هوا روشن کردن، غروب روشن نکردن. غروب در واقع مدت اینجا تاریک بود، پشه ها به خواب رفتن یا جاهای دیگه که نور بود حرکت کردن و رفتن، و وقتی که این لامپ ها رو بعد از تاریکی هوا روشن کردن دیدن تعداد پشه ها خیلی خیلی کمتر شد. طبیعتاً پشه ها کمتر بشن اون عنکبوت ها کمترن، عنکبوت ها کمتر بشن پرنده ها کمترن، پرنده ها کمتر مثلا اون عنکبوت ها رو بخورن فضولات کمتری دارن و ما نیاز به شستشوی کمتری داریم. این البته مثال واقعیه. این کارو کردن بدون هیچ هزینه و البته مشکل بعد زیادی حل شد. خب یه مثال دیگه من براتون دارم، شاید براتون جالب باشه، از همون تکنیک 5 وای که عرض کردم خدمتتون. سوالی که من این باز کیس واقعیه، من درگیر این کار خودم بودم. مشکلی که وجود داشت این بود که توی یه بیمارستانی من رفتم و گفتم که خب فلانی ما اینجا مشکل ویتینگ روم داریم. گفتم چرا؟ گفتم که بالاخره مریضای زیادی میان و اینجا معطل میشن و دارن در واقع نیاز به جای بزرگتری داریم. تو اومدی و بالاخره ما شاید بتونیم یه بیزنس کیسی بدیم که بریم یه فضای بیشتری برای ویتینگ روم رو بدیم. خب اولین سوال گفتن که زمنان برای اینکه خیالتون راحت بشه به عنوان یه سیکسی مقاره حرفه‌ای، ما رفتیم تحلیل 5 وای رو انجام دادیم. گفتم خب میشه من ببینم این تحلیل 5 وایتون رو؟ اومدن و گفتن که ما اومدیم در واقع این روت کاز انالیسیس کردیم، اومدیم فهمیدیم که مشکل ما فقط با این بزرگ کردن جا حل میشه و الان هم هیچ کاری نمیتونیم براتون کنیم. گفتم خب من میخوام بشنوم شما چی کار کردید. سوال اول این بود که چرا آدم اونجا زیاده؟ گفتم خب زمان انتظار طولانیه. گفتم خب چرا زمان انتظار طولانیه؟ گفتن که علتش اینه که بالاخره تعداد پزشکا و تعداد تختایی که ما داریم کافی نیست برای این مریضا. گفتم خب چرا بودجه نداری تو اینا؟ گفتن بالاخره وضع
وزارت خونه خوب نیست، اونا به ما بودجه ندادن. چرا اونا وضعشون خوب نیست؟ چون مثلا رکود اقتصادیه. نهایتا ما برای اینکه مشکل در واقع ازدحام رو توی اون بیمارستان بعد حل می‌کردیم، باید می‌رفتیم سراغ بهبود وضع اقتصادی کل استان و کل مثلا کانادا. خب که شدنی نبود. این به نظر من یه در واقع از فایوای استفاده کرده بودن، اما به نظر من خیلی اشتباه بود نوع تحلیلی که کرده بودن. علت رو حالا یه بار میخوام با هم مرور بکنم. در واقع چیزی که من دارم اینجا هایلایت میکنم، مراقب باشید سوالی که شما میپرسید به راه حلی که منجر میشه خیلی ربط داره. لیدینگ کوئسشن و در واقع پرسیدن سوال درست شاید مهمترین وظیفه یه لین سیکس سیگما کار حرفه‌ای هست که بدونه چجور سوال بپرسه. خب حالا من این سوالا رو گفتم، خب باشه این اتفاق که نمیفته، حالا بیاید ما با هم یه دور مرور کنیم، شاید بتونیم به جواب دیگه برسیم. حالا این کاری که من توی بیمارستان با این تیم انجام دادم، دوباره ازشون سوال کردم چرا ما خط انتظارمون یا مثلا صف انتظارمون طولانیه. گفتم خب تعداد پزشک‌ها تخمین کن. گفتم که من قبل از اینکه سوال دوم رو بپرسم، گفتم خب من نیاز به سری فکت دارم. شما دارید میگید که ما پزشکا و تختامون از نیازمون کمتره. چیزی که من میفهمم اینه که این نموداری که شما اینجا ملاحظه میکنید، خطای آبی تعداد در واقع رجیستریشن یا مریضای جدیدی که به اورژانس مراجعه میکردن و خطای قرمز تعداد ویزیت هایی هست که دکترها میکردن و اون خط ممتدی که میبینید شما بکلاک هست یا تعداد مریضایی که منتظر هست. وقتی که صحبت که من کردم گفتن که به نظر من میاد که شما آخر شب کسی تو اورژانستون منتظر نیست، یکی دو نفرن. گفتن آره. گفتم پس در واقع دیمند اند سپلای شما، عرضه و تقاضای منابع شما و نیاز شما با هم برابر. پس مشکل شما مشکل منابع نیست. اومدم این نمودارم برای شما طراحی کردم و در واقع با هم کار کردیم که بعد از صبح اول وقت شما ویتان ندارید، آخر شب هم ندارید، بین روز هست که دارید. یعنی از ساعت حدود 10 صبح ویتان شما زیاد میشه تا ساعت 2 صبح که کم کم مثلا تعداد مریضایی که توی ایمرجنسی روم هستن تعدادشون کم میشه توی ویتینگ روم. علتش در واقع میسمچی هست که بین این دوتا وجود داره، بین مریضایی که مراجعه میکنن و از اون طرف تعداد مریضایی که ویزیت میشن. گفتم خب سوال بعدی من این بود که خب آیا موافقید که ما یه همچین بکلاگی داریم؟ گفتن که بله یه همچین زمان انتظاری داریم. گفتم خب حالا این بکلاگ رو ببینیم که داستان چیه. این خط آبی شکسته که شما اینجا ملاحظه می‌فرمایید، خط در واقع زمانی است که نرس‌ها و پزشکای جدید می‌اومدن. یعنی همونجوری که دارید می‌بینید این خط شکسته و خط اون به نوعی حالا منحنی پترن مشابه دارن. یعنی وقتی که ما بکلاگ داریم توی اورژانس، وقتی که مریضا اومدن و جمع شدن به صورت هیستوریکال، به صورت تاریخی، اینا فهمیدن که تعداد پرستارا و پزشکا رو زیاد کنن که با این آدمایی که تو ویتینگ روم هستن در واقع دیل بکنن و اینا رو زودتر مثلا کاراشون انجام بدن، رد بشن، برن، نمونن اونجا. خب سوالی که من داشتم این بود که خب حالا نگاه کنیم ببینیم که در واقع اتفاقی که داره میفته اینجا اینه که شما دارید دنبال شلوغی میگردید. شما میذارید اول شلوغی اتفاق بیفته، جمع بشه، ازدحام بشه توی ویتینگ روم و بعد میخواید اون رو فیکس کنید. خب بیاید ما یه کار دیگه بکنیم. گفتن چی؟ گفتم که خب بیاید ما زمان در واقع مراجعه افزایش پرستار و پزشکمون رو یکم بکشیم جلوتر. همین تعداد پزشک، حتی یک ساعت ما زمان پزشک و پرستار رو زیاد نکردیم، فقط زمان رو جابجا کردیم، آوردیم زودتر توی روز و بر اساس منحنی که داشتیم. جالب بود روزی که این تغییر رو، البته خب دو ماه طول کشید تا این تغییر انجام بشه، چون اسکیجولینگ استاف و پزشکا و اینا چیزی بود که نیاز به هماهنگی داشت. نباید ایمپوز بشه تغییر، باید بپذیرنش، باید در واقع حرف این سولوشنی که توی مجموعه وجود داره مورد قبول قرار بگیره. بالاخره یه دو ماهی این داستان چنج پروسس طول کشید و بعد از دو ماه که ما اجرا کردیم، روز بعد جالب بود که من حدود ساعت 9 و 10 رفتم اونجا که خب یه سری بزنم ببینم چیه. دیدم که ویتینگ رومی که هر روز من میرفتم حدود 30 تا 40 نفر آدم بود، اون روز حتی مثلا 3 نفر نشسته بودن اونم منتظر مریضشون که از داخل مثلا اورژانس بیاد بیرون و بیاد. هیچ عملا انتظار دیگه نبود. و خب حالا یه مشکلات دیگه ایجاد شد که ما یه سری مریضایی که نیاز نبود اصلا اورژانس بیان به اورژانس مراجعه می‌کردن، که این باز یه بحث یه پروژه دیگه بهبود هست که راجعمون میشه و فرصت دیگه صحبت.
در واقع زمان انتظار خیلی کوتاه شد، بیش از حد شاید کوتاه شد که کسایی که میتونستن به فامیلی فیزیشن هم مراجعه کنن ترجیح میدادن دیگه بیان به اورژانس. حالا این چیزی نیست که ما میخوام، به این ما میگیم کانتر میجر. یه چیزی رو شما بهبود میدی، ممکنه یه چیز دیگه در واقع ایراد پیدا بکنه، چون نمیخوایم اتفاق بیفته. پس با این تغییرهایی که ما دادیم، حالا سوالی که ما میکنیم اینه که خب چرا در واقع دیمند کپاسیتی اینا متناسب با نیاز مشتری نیست؟ خب دیگه جوابم معلومه دیگه، خب ما اشتباه کردیم، همیشه ما دنبال بکلاگ بودیم، حالا باید دنبال رجیستریشن باشیم، به جای اینکه ببینیم چند تا مریض توی اورژانس نشسته تا دکتر ببینتش، ببینیم به صورت هیستوریکال چند تا مریض در این ساعت مراجعه کرده و ساپلایمون رو بر اساس اونا مثلا تنظیم بکنیم، تعداد پزشک و پرستار مجموعه. خب باز یه تحلیلی که یکی از تکنیکایی که لین و کایزن به نوعی به ما یاد داده، بحث برید ببینید، گو اند سی، برید ببینید چه خبره. همیشه توی کانفرنس بورد نشینید و بخواید در واقع با عدد نگاه به عددا بفهمید چه خبره. حتما توی هر پروژه‌ای من لااقل 3 بار 4 بار تو مراحل مختلف در واقع فهم پروسه و نگاه کردن به دیتا باید برم و سر بزنم ببینم که چه اتفاقی داره توی مجموعه میفته. چون حرفای و تا الان بدون استثناء حتی یک مورد نبوده که حرفی که دیتا داره میگه و حرفی که دارن پرسونل توی کنفرانس رو ما میگن و حرفی که داره واقعا این اتفاقی که داره توی اون مجموعه میفته یکی باشه، همیشه اینو باید مقایرت داشته. علتش هم اینه که توی سطوح مختلف در واقع لایه های متفاوتی از دانش و دانایی و تجربه و ریپورت اتفاق میفته. عمدتا فیلتر میشه اطلاعات اصلی که کف کار داره، حالا توی بیمارستان میشه بیمارستان، توی کارخونه میشه کف کارخونه داره اتفاق میفته، به مدیرای بالاتر به صورت واقعی نمیرسه و اینا در واقع فیلتر اوت میشه. حتما باید شما برید و ببینید که چه اتفاقی داره میفته، دیتا داره بهتون چی میگه، چه هایپوتزیسی که باش در واقع میخواهید کار بهبود رو شروع بکنید ولیدتر باشه، نزدیکتر باشه به واقعیت. خب سولوشنمون هم این بود که ما اومدیم زمانها رو بر اساس ویزیت ها کردیم، حدود 40% ناتیف پرسنتال 90% رو تونستیم بهبود بدیم که خیلی از اون چیزی که مد نظر وزارتخونه و بیمارستان بود بیشتر. خب این چیزی که اینجا شما باز میبینید اصطلاحاً بهش میگیم استخوان ماهی، نمودار استخوان ماهی یا فیش مودایگن، فوق العاده ابزار ساده و خوبیه برای نشون دادن بیگ پیکچر، خب چه اتفاقاتی داره میفته. من خیلی سادهش رو اینجا گذاشتم. خوبیایی داره، بدیایی داره. بعدش اینه که خیلی وقتا اوور سیمپلیفای میکنه مشکل رو، یعنی زیادی ساده میکنه، یعنی فهم میکنید بشینید دوره بچا یه فیشبون بکشید و مشکل حل کنید. نه اینجوری نیست، فیشبون ابزاری هست برای فهم این که نوع روابط این علت ها با معلول ما با اون در واقع افکتی که هست چی هست و باز ما نیاز داریم به روش های کمیتر و ابجکتیو تر برای اینکه وریفای بکنیم آیا تحلیل درستی ما کردیم یا نه. پس فیشبون دایگرام یکی از اون ابزار خیلی خیلی خوبه به شرط اینکه ما درست استفادهش کنیم و در واقع توش ترکیبی از اطلاعات کمی و اطلاعات ذهنی ما رو بدیم. خب من میرم یه مرحله جلوتر، مرحله ایمپروف. معمولا تو پروژه‌ای که من اجرا میکنم و همه دوستان همکاران من شنیدم، این مرحله مرحله‌ای هست که پر از ذوق و شوق و خوشحالیه، چون تو این مرحله اعضای تیم در واقع این فرصت رو پیدا میکنن که راه حل‌ها رو ارائه بکنن، سلبریشن اتفاق میفته، خیلی خوشحالن همه و اینقدر تعداد آیدیه ها و فکرها زیاد میشه که شما مجبور یه جمعه رو دسته‌بندی کنید. یکی از ابزارهایی که استفاده میشه، حالا من وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، مثلا این تحلیل به نوعی impact and effort analysis هست که شما چقدر وقت میذارید و چقدر اثر میذاره روی اون مجموعه. حالا هرچی به سمت اون سبز، سمت بالا، سمت بالای راست هرچی نزدیکتر میشه اون راه حلی که شما دادید بهتره پیاده سازیش، و به سمت قرمز هرچی میاد کار سخت‌تر و دشوارتره، تأثیری هم که روی پروسس داره کمتره. پس این بحث در واقع تحلیل ایمپکت و کوششی هست که شما میکنه چقدر وقت باید بذاریم، چقدر سخت انجام اون کار و چقدر اثر داره. ما همیشه وقتی روبرو هستیم با آپشن های زیاد باید یه جور دسته‌بندی بکنیم که نرودن بکنیم تعداد آپشنامون رو تا بتونیم به تصمیم برسیم و اونا رو عملیاتی کنیم. خب یکی از ابزارهایی که من فقط میخوام بهش اشاره بکنم برای بهبود پوت یوکه هست که اساساً امکان خطا رو توی پروسس میگیره. همینجور که شما اینجا میبینید اگر مثلا قرار ما توی خط مثلا استوانه تولید بکنیم، به هر دلیلی یه دونه خطا اتفاق میفته،
با این فیلتری که اینجا وجود داره اون یه دونه خطا هم حتی نمیتونه از اینجا رد بشه. خب این سیستم های پروکیوکی سیستم هایی هستن که اخیراً خیلی مورد توجه قرار گرفتن و به نوعی شما میبینید که تو خیلی از مواقع اصلا امکان خطا وجود نداره. یه موقعی بود اگر دوستان خاطرشون باشه ما این سوکت های کامپیوتر میتونستیم اشتباهی هم وصل بکنیم و امکان سوختن بورد کامپیوتر اینا خیلی زیاد بود، اما الان تقریبا هیچ راهی وجود نداره که شما این سوکت ها رو اشتباه به لپتاپتون یا کامپیوترتون وصل کنید. نوع سوکت ها رو و نوع اون در واقع سوکت های پذیرا رو جوری کردن که اصلا نمیشه اینا رو اشتباه وصل کرد، برای همین میزان خطا رو در رابطه با این موضوع به صفر رسوندن. اینم بس یکی از اون مواردیه که میشه استفاده کرد. یا توی مثلا اتاق عمل بیمارستانا گاز اکسیژن با گاز اتاق عمل یه آوتلت داشت، یه خروجی مثلا از نظر ظاهری یکی بود، هر دو یه لوله بود و یه لوله دیگه مثلا توی این فرو می‌کردن. خب بارها یه اتفاق توی دنیا افتاده بود که اینا رو جابجا بس کرده بودن، اون در واقع آوتلت اشتباه بس شده بود، مریض به جای اینکه اکسیژن بگیره گاز بیهوشی گرفته بود مقدار زیادی و مرده بود. خب الان شما هر اتاق عملی تقریبا هر جای دنیا برید می‌بینید که این آوتلت‌ها متفاوت، اصلا راهی وجود نداره که شما اکسیژن رو به مثلا اون گاز به خروجی گاز بیهوشی وصل بکنید یا چیزی مثل این، اصلا دیگه امکان خطا تو این موضوع نیست، مگر یه جای دیگه که حالا اون رو وارد بحثش نمیشه، اونجایی که خود کپسول رو وصل می‌کنن باز یکی دو مورد خطا بوده که اینترنشنالی عرض می‌کنن که باز اونم یه موردیه برای پروتوکول کردن. خب بریم جلوتر. ویژوال منیجمنت، یادتون باشه هر یک عکس از شاید 100 صفحه بیشتر توضیح بده، به جای اینکه دستورالعمل بدید، به جای اینکه بنویسید، به جای اینکه کلاس‌های نمی‌دونم مثلا حضوری بذارید، خیلی وقت شما میتونید با یک کلیپ با یک عکس میتونید در واقع دستورالعمل رو به آدما بگید. خیلی از شرکت‌ها مثل آیکیا خیلی خوب از این ویژوال منیجمنت استفاده می‌کنه. شما وقتی میرید وسیله رو می‌خرید می‌بینید که خیلی ساده بهتون تمام پروسه وصل کردن اون وسیله رو بهتون از صفر تا صد آموزش میده. پس ویژوال منیجمنت هم جزء اون مواردیه که خیلی توی بحث امپروو می‌تونید ازش استفاده بکنید. این یکی از تکنیک‌های خیلی خوبه. خب یه نکته‌ای که باز سیستم ما خیلی خوب بهش توجه می‌کنه اون بحث کنترل. خیلی از پروژه‌ها فیل میشن یا به خاطر دیفاین کردن غلط یا به خاطر کنترل نداشتن. پس این دو مرحله خیلی کریتیکال هستن. ما پرابلم رو خوب تعریف نمی‌کنیم یا کنترل نمی‌کنیم مثلا پیاده سازی سولوشن رو، و بعد از اینکه سولوشن پیاده شد چک نمی‌کنیم که آیا واقعا داره مثلا آکامی که ما خواستیم هنوز به مجموع وجود داره یا این تغییراتی داریم آیا واقعا باعث بهبود شد یا نشد. این توی مرحله پنجم ما باید کنترل بکنیم و یه برنامه کنترل برای در واقع پروژه بهبود ما نیاز داریم. خب باز از ابزارهای کنترلی ویژوال منیجمنت پرفورمنس بارها هستن، ویژوال ایف ها هستن، کالر کدینگ هست و خیلی بحثای دیگه که میشه از اونها استفاده کرد. خب من یه بار دیگه میخوام تشکر بکنم از ایرانیان سکالرز ورلد واید نتورک. این خب من اسمم مرتضی زهرابی هست، اگر اول درس مفهوم نبود عذرخواهی میکنم. ایمیل من هست zohrabi@gvx.info. لینکدین میتونید منو پیدا بکنید، خوشحال میشم در تماس باشیم. اجازه بدید من میخوام یکی دو تا وبسایت رو هم با هم ببینیم و بعد خداحافظی کنم. خب من باز برگردم و در واقع وبسایت ها رو معرفی کنم. link.org رو من خدمت شما معرفی کردم. بعدی ASQ American Society for Quality ASQ.org. اگر این دو تا وبسایت به اضافه این وبسایت دوستان عزیزمون Iranian Scholars Worldwide، این سه تا چیزی باشه که یاد شما مونده، من خیلی خوشحال میشم که در واقع پرزنتیشن خودم رو خیلی خوب انجام دادم که تونستم دلیور بکنم این در واقع سه تا چیزی که به شما کمک میکنه برای گرفتن اطلاعات بیشتر. خب من وبسایت ASQ رو یه بار دیگه خدمت رو نشون بدم. باز من فکر کنم یه مشکل تکنیکی ایجاد شده، حالا باز من برم در کنیکات بر. خب این ASQ هست، American Society for Quality، بسیار معتبره. مدرک هایی که داره در واقع پکیج های آموزشی داره
و سرتیفیکیشن هایی داره که شاید معتبرترین توزیع سیکس سیگما شما میتونید از ASQ.org بگیرید. نان پروفیت هست، شما نیاز هست توی کشور مختلف هم نمایندگی داره و عرض کردم از گرین بیلت، بلک بیلت و مستر بلک بیلت شما میتونید با ASQ کار بکنید. lean.org هست که باز من دوباره تاکید میکنم خدمت شما، مقدار اطلاعات بسیار زیادی اونجا هست که شما میتونید از اونا استفاده بکنید. وبسایت در واقع من ایرانیان سکالرز که من نمیتونم اینجا بیارم مطمئن کنم هست که باز میخواستم خدمت شما معرفی بکنم که به احتمال خیلی زیاد دیدید، و همینطور وبسایت شرکت ما Global Value Expanders، یه شرکت مشاوره هست که توی دو حوزه هلث‌کیر و گاورمنت و پابلیک سکتور کار میکنیم. پکیج‌های مختلفی هست که من خیلی خوشحال میشم اگر دوستان دیدن و علاقمند بودن توی دوره شرکت بکنن یا معرفی کنن به بقیه دوستان و یا حتی همکاری اگر خواستن داشته باشن. خیلی از شما تو حوزه‌ای که دارید انجام میدید من میدونم که خب تاپ پرسن هستید و ممکنه مایل باشید که تو حوزه مشاوره هم کار بکنید. ایمیل بزنید، من خیلی خوشحال میشم که بتونم در خدمتتون باشم. یه بار دیگه ایمیل من هست zohrabi@gbex.info. ممنون، امیدوارم روز خیلی خیلی خوبی داشته باشید، از وقتی که گذاشتید و این برای من افتخار بود که در خدمت شما باشم. خدا نگهدارتون تا یه وبینار بعد.